شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. دیواره بزرگ مرجانی یکی از نمادهای اکوسیستم متنوع استرالیا با یک تهدید وجودی روبرو شده است. تهدیدی انسانساز که شاید آینده آن را به خطر بیاندازد. تحقیقی که اخیراً توسط گروهی از محققین دانشگاه ملبورن انجام شده نشان داده است که دریای میزبان دیواره امسال برای چند ماه گرمترین حالتش را در 400 سال گذشته تجربه کرد. محققان عامل اصلی این موضوع را گرمایش جهانی و تغییر اقلیم انسانساز دانستند. اما اهمیت دیواره بزرگ مرجانی برای محیط زیست استرالیا چیست؟ خطر نابودی آن چقدر جدی است؟ و چه اقدامات انسانی دیگری به این دیواره آسیب می‌رسانند؟ آزاده کشاورز محمدیان، متخصص گذار انرژی و کربن زدایی در استرالیا، در گفتگو با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می‌دهد. خانم کشاورز محمدیان، خیلی ممنونم که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، به طور کلی درباره اهمیت دیواره بزرگ مرجانی استرالیا یه صحبتی میکنید؟ سلام دیو. بله حتما. اگه بخوام در مورد اهمیت دیواره های مرجانی تو استرالیا صحبت بکنم، طبق تعریف یونسکو بزرگترین مجموعه مرجانی دنیا هست و در سال 1981 به عنوان ورلد هریتیج معرفی شده و در واقع یکی از غنی‌ترین و پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی رو روی کره زمین داره و اهمیتش از لحاظ بایودایورسیتی یا گونه‌های جانوری هم بسیار مهم هست، به خاطر اینکه توی مجموعه سایت‌های دنیا که هریتیج اعلام شدن یکی از بزرگترین بایودایورسیتی‌ها رو داره. یه حقیقت جالب اگه بخوام در مورد گریت بریر ریف بگم، یکی از معدود استراکچرهای روی زمین هست که از تو فضا قابل دیدنه و اگه بخوایم یه ذره نگاه ریستر داشته باشیم، بنفیت های دیگه هم داره. مثلا میتونه ساحل ها رو در مقابل طوفان های شدیدی که از سمت اقیانوس میان محافظت بکنه و البته میدونیم که منفعت اقتصادی هم برای دولت استرالیا داره. و خب ما چند وقت پیش تحقیقی رو دیدیم منتشر شده که میگفتش که دیواره بزرگ مرجانی داره گرمترین حالتش رو توی 400 سال گذشته تجربه میکنه. علت این موضوع چیه؟ این قضیه بیشتر مربوط میشه به پدیده اوشن وارمینگ یا گرمایش اقیانوس که داره اخیراً به شدت اتفاق میفته و خود این قضیه بیشتر مربوط داده میشه به قضیه گلوبال وارمینگ یا گرمایش کره زمین. علت این قضیه این هستش که اون آلنده های کربنی که وارد اتمسفر میشن و باعث گرم شدن دمای زمین شدن، اونها وارد اقیانوس ها هم میشن و در واقع حقیقتی که وجود داره این هستش که اقیانوس ها اون آلنده ها رو بیشتر جذب میکنن. چند متر بالای اقیانوس میتونه به اندازه و یا حتی بیشتر از تمامی اتمسفر دور کره زمین اون آلنده ها رو جذب بکنه و این قضیه باعث میشه که اون دمای داخلی آب اقیانوس بالا میره. نحسا یه اصطلاحی داره که بر اساس واقعیت‌های علمی هست و میگه که 90% گلوبال وارمینگ داره توی اقیانوس‌ها اتفاق میفته. گریت بریر ریف هم بالاخره مواجه میشه با این قضیه. خب این موضوع چه تأثیری داره؟ حالا اینکه دمای اون منطقه چند درجه افزایش پیدا کنه چه تغییری ایجاد میکنه؟ من میخوام یه استپ بالاتر برم اگه اشکال نداره و اصلا در مورد اثرات گلوبال وارمینگ به حالت کلی روی ریف صحبت بکنم، اون صخره‌های مرجانی که یکیش هم میشه همین بالا رفتن دمای آب اقیانوس. گلوبال وارمینگ به طریقه‌های مختلف میتونه روی این ساختارهای مرجانی تاثیر بذاره. یکی از اثرات گلوبال وارمینگ پدیده اوشن اسیدیفیکیشنه، یعنی اتفاقی که میافته اینه که در اثر پدیده گلوبال وارمینگ اسیدیتی آب اقیانوس ها بالا میره و تحقیقات نشون داده که از اواخر قرن 18 به این بر تقریبا 30% اسیدیتی آب اقیانوس افزایش پیدا کرده و این قضیه دقیقا برمیگرده به همون جذب شدن آلاینده های کربنی به داخل آب اقیانوس.
و این چه تأثیری داره روی ریف‌ها؟ تأثیرش این هستش که چون اون ریف‌ها ساختارشون کلسیومی هست، وقتی آب اسیدیتی میشه دیگه نمیتونن اون استراکچرهایی که لازم دارن برای اینکه ریف تشکیل بدن رو بسازن. طریقه دوم از طریق سیویر ویدر ایونت هست، یعنی وقتی شدت این پدیده های آب و هوایی بالا میره که میدونیم گلوبال وارمینگ فرکانس و شدت این پدیده ها رو بالا برده، مثلا ساکلون هایی که ایجاد میشه، این قضیه باعث میشه که به لحاظ فیزیکی اون ریف ها تحت تاثیر قرار میگیرن، مخصوصا اگه توی قسمت های کم عمق آب باشن یا اینکه یه قسمتشون بالای آب باشه. طریقه سومی که ایمپکت میکنه گلوبال وارمینگ، قضیه این هستش که محل زندگی یه سری گونه های جانوری رو تغییر میده. این قضیه به خاطر این هستش که وقتی آب اقیانوس درجهش بالا میره، اون محل نامناسب میشه برای زندگی یه سری از گونه های جانوری و این باعث میشه که اونا مهاجرت کنن به جاهای دیگه و خودشون غذای جاندارای دیگه‌ن و به حالت خلاصه اکوسیستم اون منطقه رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. عامل آخر کورال بلیچینگ هست که دقیقا برمیگرده به نقطه‌ای که شما اشاره کردین که به خاطر همون پدیده اوشن وارمینگ اتفاق میفته. همین کورال بلیچینگ یا سفید شدگی مرجانی که به فارسی ترجمه میشه چی هست اصلا؟ من اگه بخوام اینو توضیح بدم باید یه مقدار یه کوچیک توضیح بدم که زندگی کورال ها زیر آب اقیانوس چجوری هست. کورال های همبستگی مخصوصی دارن از لحاظ زیستی به یه نوع گیاهی که تکسلولی هست و از دسته جلبک ها حساب میشه، اسم علمیش زئوانفلاس. و این گیاه کاری که میکنه اینه که اولا برای زندگی احتیاج به محل زندگی داره، هابیتات داره که کورال استراکچرها اون محل زندگی رو در اختیار اون جلبک قرار میدن. کاری که جلبک برای کورال ریف ها میکنه این هستش که اولا رنگ کورال ها به خاطر این جلبکه، ولی مهمتر از اون منبع غذا تامین میکنن برای کورال ریف ها. تحقیقات نشون داده که 90% انرژی که کورال ها میگیرن برای رشد و یا ریپرودوس کردن از این جلبک ها میاد، بنابراین خیلی مهم هست این رابطه. اتفاقی که میافته اینه که وقتی کورال ها تحت استرس قرار میگیرن که یکی از مهمترین استرس ها همین هیت استرس هست، استرس گرمایی، باعث میشه که این کورال ها شروع میکنن این جلبک ها رو از استراکچرشون بیرون زدن و به صورت خیلی آسیب پذیر میشن چون دیگه با استراکچر خودشون تنها زندگی میکنن. به این پدیده میگن کورال بلیچینگ. و اینکه به نظر شما حالا با توجه به همه این تهدیدهایی که فهرست کردید، آیا دیواره بزرگ مرجانی با یه تهدید وجودی روبرو شده؟ یعنی آیا ممکنه که ما سالها بعد شاهد نابودیش باشیم؟ اگه بخوام خلاصه توضیح بدم، اگه جلوی یه سری اتفاقات گرفته نشه خب احتمال داره، ولی بهتره که یه سر توضیح بدم که معلوم بشه چرا این اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق تحقیقات نشون داده که اگه اون استرسی که وارد میشه کوتاه و خفیف باشه، احتمال زیاد اون کورال ها سروایو میکنن، زنده میمونن. ولی اگه طولانی و یا شدید باشه به احتمال زیاد میمیرن که شاهدش هم بودیم. و حتی تحقیقات نشون میده که اگه حتی اون پدیده های بلیچینگ مایلدن، خفیفن، ولی هی دائم تکرار میشن، اون وقت باعث کشته شدن اون کورال ریف ها میشن. و مهمتر از اون، حتی کورال هایی که سروایو میکنن در واقع ضعیف میشن، زندگیشون لزوماً به قدرت قبلی بر نمیگرده و این به این معناست که سرعت رشد و ریپروداکشنشون کاهش پیدا میکنه و خیلی مستعد میشن به گرفتن بیماری. بنابراین به هر حال تا یه حدی بحث زندگیشون در میونه، ولی خب اگه اقدامات مناسب انجام بشه، جلوی گلوبال وارمینگ تا حد زیادی گرفته بشه و اینکه تو استرالیا یه پروژه‌هایی شروع کردن که این کورال ریف ها رو پرورش بدن و برن تو سایت هایی که در حال حاضر از بین رفتن، مثلا اینا رو پرورش بدن بکارن که دوباره اون سایت ها زنده بشن، که خیلی کارهای خوبی هست. فقط مسئله اینه که
مشابه همه حالتهای دیگه که گلوبال وارمینگ اون پدیده هایی که به وجود میاد در اثرش هم شدت هم فرکانسشون اخیراً رفته بالا، همین اتفاق برای بلیچینگ هم افتاده. ما بی‌سابقه ترین پدیده بلیچینگ رو تو سال 2016 داشتیم / 2017، بعد از اون فرکانسش خیلی رفته بالا، بعدی 2020 بوده، 2022، 2024 و قبل 2016 آخرین بلیچینگ تو سال 2002 بوده. یعنی همون حالت که مثلا ساکلون ها یا هاریکین ها اینا فرکانسشون و شدتشون رفته بالا، همین اتفاق برای بلیچینگ هم افتاده. بنابراین خیلی مهمه که اون فعالیت هایی که داریم انجام میدیم که اینا محافظت بشن یا دوباره به زندگی برگردن افزایش پیدا بکنه. خیلی ممنون برای توضیحاتتون. و برای سال پایانی، به جز تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، چه فعالیت‌های انسانی دیگه‌ای دیواره بزرگ مرجانی رو تحت خطر قرار داده؟ این خیلی سوال خوبی هست. البته باید بگم که بعضی از این فعالیت‌ها تو استرالیا محدود شده به خاطر همین قضیه که اون سایت هریتیج و دولت استرالیا خیلی بهش اهمیت میده، ولی میدونیم که جاهای مختلف دنیا صخره‌های مرجانی وجود داره و لزوماً همه جا محافظت شده نیست. ولی بخوام اگه فعالیت‌های انسانی نام ببرم، از بینشون اصطلاحاً اوور فیشینگ یا دیستراکتیو فیشینگ، یعنی ماهیگیری‌هایی که حالت خیلی بدون برنامه ریزیه و خیلی یا حالت مخرب داره، بعضی جاها اصلا دینامیت استفاده میکنن، اینها آسیب میزنه. عامل دیگه جمع کردن اون ریف های زنده هست از محل زندگیشون، حالا ممکنه یا شخصی باشه، آدم ها توریست میرن خوششون میاد اونا رو جدا میکنن، یا حتی بعضی علاقه دارن و بعضی جاها حتی به صورت صنعتی هست، میان این کورال ها رو ماین میکنن به خاطر اینکه به عنوان مواد ساختمانی محکم حساب میشه. اینا خب قطعا آسیب میزنه. و یه عامل اصلی دیگه این هست که تو خیلی جا، نه خیلی جا، بعضی جاها ممکنه که نزدیک این صخره های مرجانی معادن گاز یا نفت باشه، حالا یا داخل دریا یا نزدیک ساحل. اگه این معادن شروع بشه به برداشت بدون محافظت، بدون برنامه ریزی برای محافظت این کورال ریف ها، آلاینده هایی که ازشون میاد، حالا چه به صورت ماهی چه به صورت گاز، ممکنه که این کورال ریف ها رو از بین ببره. خیلی ممنونم خانم کشاورز محمدیان برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید. خواهش میکنم نیو، و ممنون که منو تو برنامه‌تون دعوت کردین. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.